بسم الله الرحمن الرحیم. در درس 15 تجوید قرار داریم و در این بخش ما می خواهیم که راجع به قرائات و روایاتی که مربوط به قرآن است یک اندازه معلومات ارائه کنیم. چرا ما وقتی که قرآن می خوانیم باید بفهمیم که برای راوی از این قرائاتی که ما می کنیم کی است و قاری از این قرائت کی است یا این کدام سلسله داره تا که به رسول الله صلی الله علیه و سلم میرسه. ما ایره خو می فهمیم که قرآن از طرف الله توسط جبرائیل علیه السلام به رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده و بعد از او اصحابی که در چهار طرف رسول الله صلی الله علیه و سلم موجود بود قرآن حفظ کردن به مو طریقی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیده بودن و امو مشهورترینش زیاد مشهورترین خود زیاد بود. ما در اینجا 7 نفرش لیست کردیم که 7 نفر دیگه بسیار لایق بودن. یکیش عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، زید بن حارث، ابی بن کعب، ابو موسی اشعری، ابو دردا و عبدالله ابن مسعود که به نام کاتب وحی ام مشهور است و ابی بن کعب ای ماستر تلاوت بود. حتی در یک حدیث خوانده بودم که مفهومش در ذهن من است که رسول الله صلی الله علیه و سلم از ابی بن کعب خواسته بود که برش قرآن تلاوت کنه، یعنی اینقدر مقبول تلاوت میکرد. خوی 7 نفر تعداد زیاد بوده. خوی می مشهورترین از این ما در اینجا کلیس کردیم 7 نفر است به خاطر از این که امی اساس قرائت افغانه که است بین امی 7 نفر هم ارتباط دارن. بعد از این کسایی که قرآن از پیش از این صحابی ها حفظ کردن به تابعین و تبع تابعین و بعدش رساندن و بعد از اینکه وقتی که قرائات یا جمع آوری کردن، اگر یادتان باشه در کلیپ اول یا دوم بود که ما راجع به از این صحبت کردیم که 25 قرائات جمع آوری کردن، 7 قرائت از این 7 قرائت شامل بود و این قرائت ها هر کدامش مربوط یکی از این قاریا بود. این قاریا هر کدام از این امام های بسیار برجسته بودن که یکیش به نام امام عاصم کوفی بود، امام نافع مدنی بود. من مدنی و کوفی به خاطر میگم که یعنی یادمو از مدینه و کوفه و مکه و یا بودن، اگر این نامایشون بسیار دیگه چیز است. خب اولش امام عاصم کوفی، امام نافع مدنی، ابن کثیر مکی، ابو عمر بصری، عبدالله شامی، حمزه کوفی و الکسایی از کوفی. میبینیم که 3 امام قرائات که هست در از کوفه بودن و کوفه در وقت بسیار مشهور جای بود و علما در اونجا بسیار زیاد بودن. امام ابو حنیفه هم در اونجا بود در سالهایی که امی قرائت ها جمع آوری می شد و بعضی از امام های بزرگ دیگر هم در اونجا بودن. ناله ای 7 امامی بود که ای قرائت ها را آورده بودن یا یعنی رجستر شده بود. امی قرائت ها به نامی از امی ها رجستر شده بود و هر یک از این امام ها 2 شاگردایش بود که یارا به نام راوی های قرائت می گفتن. هر یک از این امام ها 2 شاگردای خود شاگردایش از امی از امی ها 2 شاگردای زیر یا به حساب راویان قرائت رجستر کردن که از امام عاصم کوفی به نام حفص و شعبه، این 2 نفر حفص و شعبه نامای 2 نفر است و از امام نافع مدنی
دو نفر، یکیش به نام ورش و دیگرش قالون، و ابن کثیر مکی یکیش بزی و قنبل، و ابو عمر بصری دوری و سوسی، و از عبدالله شامی یک راویش هشام نام داشت و یک راویش زکوان نام داشت، از حمزه کوفی یک راویش خلف و یک راویش خلاد یا خلاد نام داشت، الکسایی کوفی که یک راویش حارث بود و دیگهش حفص دوری. اینجا متوجه باشین که دو دانه حفص ما داریم، یکی حفص خالیست و یکی حفص دوری. این نامای راوی هاست، راوی ها، یعنی که یا خودشان قرآن از امی امامای خود حفظ کرده بودن و یا از ام جمله شاگردهای بسیار برجستهش بودن. دیگه ما وقتی که قرآن میخوانیم ایره باید بفهمیم که ما قرآن بر روایت کی میخوانیم و به قرائت کی میخوانیم. ما قرآن که در افغانستان میخوانیم و سعودی میخوانه و پاکستان میخوانه، ای از روایت حفص است، از امام عاصم کوفی است و سلسلهش به حضرت علی بن ابی طالب میرسه و حضرت علی بن ابی طالب یا علی بن ابی طالب ای قرائت از رسول الله صلی الله علیه و سلم حفظ کرد. به همین ترتیب در راویان مثلا ورش قالون که از مردمی که در شمال افریقا است، مثلا مصر است و تونس است و الجیریا است و المغرب است و مراکو است، این ممالک، یا زیادتر به ورش قالون یا قرائت پیش میبرن و همچنان در افریقا بعضی طرف های کدام سو میشه دیگه، طرف در حقیقت طرف شرق افریقا که هست، قرائت ابو عمر دوری و سوسی بسیار رواج داره و قرائت الکسایی بسیار رواج داره، که اگر شما در اینترنت شما سرچ کنین بگوین که قرائت دوری یا سوسی یا قرائت ورش قالون یا قرائت حشام و زکوان، برتان قاریان مختلف قرائت های خود در یوتیوب بالا کردن، شما میبینین فرقشان در تنها در لهجه است و یگان ذره فرقشان در حرکات است، در فتحه و دمه و کسره، دیگه فرقشان در حروف نیست و فرقشان در تعداد آیات نیست و فرقشان در تعداد سوره ها نیست، فقط بسیار معمولی فرق داره و فرقش تنها فرق تلاوت است. و ما سوره فاتحه را که میخوانیم در کلیپ بعدی انشاءالله در درس 16 ما بر روایت حفص میخوانیم از قرائت امام عاصم کوفی. شما شاید در بعضی از کلیپ هایی که در یوتیوب موجود است بعضی از قرائات امام های مختلف بشنوین که خلاف چیزی که ما میخوانیم و میخوانن و معنای از این نیست که وا غلط میخوانن، وا از امی افت قرائات سبره، یکی از امی راویایش، یعنی از امو راویایی که روایت امو امام کرده به مو طریق میخوانن. دیگه باقیش برای شما میگذارم که خودتان یک اندازه معلومات پیدا کنین و ریسرچتان بکنین. من امیقدر یک معلومات مختصر برتان دادم که افت قرائت متواتر کدام است و خصوصا سوره فاتحه را که ما میخوانیم، سوره فاتحه را که ما شما میخوانیم سوره حفص است و سوره فاتحه در قرائت های دیگه یک اندازه با حفص تفاوت داره. و بازور آیسته آیسته وقتی که پیش رفتین و تحقیقاتتان تکمیل کردین، باز انشاءالله خودتان میفهمین که کدام قرائت به کدام روایت است و کدامش در کدام ممالک مورد استفاده داره. دیگه درس خود در اینجا درس 15 خود خلاص میکنیم. در درس 16 انشاءالله ما و شما سوره فاتحه را به روایت حفص میخوانیم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.